روزهای پایانی دادگاه حمید نوری هست و این اتفاقی که فردا داستان بخشی از روز و فکر کنم صبح تا ظهر باشه بخواد به یک سری مدارک جدیدی ارائه بده به دادگاه، تا اونجا که من با کلیتش و سری اطلاع دارم بخشی از مدارکی هست که از تلفن‌های حمید نوری اومده بیرون. حمید نوری علی‌رغم انکار اولیه‌اش به عنوان یک بازجو و یک شکنجه‌گر و کسی که در قتل عام 67 دست داشته، در این مدارک نشون داده میشه. یک مکالمه ای هست ما بین همسر حمید نوری و دختر حمید نوری و موقع که ازش سوال میکنه از بابا کجاست، میگه بابا به اصطلاح حمید نوری با فردی به نام مسعود که این مسعود احتمالاً میتونه همون دامادش باشه طبق صحبتهایی که قبلا ارائه داده شده، میگه دارن موبایل رو پاک میکنن و دارن موبایل رو خالی میکنن. پس این نشون میده که حمید نوری از لحاظ امنیتی کاملا آگاه بود، نقشش رو خوب میدونست و یکی از دست‌اندرکاران بزرگی بود و آگاهانه قبل از آمدن به سوئد این نوار رو پاک میکرد. و مشخصا باز در اینجا تعدادی مکالمات هست که این مکالمات عمدتا سران رژیم از رئیسی النیری مسئولین زندان‌های مختلفی هست که و یه سری اسناد دیگه که در تکمیل این مدارک فردا داستان مجددا میخواد به پرونده اضافه کنه و صبح تا ظهر در توضیحاتی خواهد داد و منتظر میشیم که بتونیم بیشتر بریم. این مدارک رو گفتن یه جور در واقع کیفرخواست الحاقی هست. شما خودتون به عنوان شاهد این مدارک رو دیدید؟ بله درست میگین، من به عنوان شاکی پرونده هستم و در واقع در همون اوائل اولین شاکیایی بودم که شرکت داشتم. وکلا اینها رو میتونن برای ما بفرستن و من خودم رو، البته این خیلی گسترده تره، کاملا مطالعه کردم و در اختیار دارم و فردا امیدوارم داستان توضیحات بیشتری میده برای شنوندگان و بینندگان شما قابل توجه. این مدارک مدارک کتبی هست یا اینکه صوتی هست؟ این مدارک چیزی که در اختیار من هست سوئدی و ترجمه فارسیشه که کتبی ما داریم، حالا اینکه جزئیات بیشتری رو مطرح ندارم. در این کتبی که شما در واقع خوندید دقیقاً این حرف رو دختر به مادر میزنه دیگه، شما میتونید این رو تایید کنید؟ بله بله، ظاهراً اینجوری که مشخصه در مکالمات اینجوری پیش میاد که همسر حمید نوری در جای دیگه هست، شاید احتمالاً استنباط من اینه که داره از جزیره کیش داره صحبت میکنه. عمدتاً اینها کسایی هستن که به اندازه کافی هم توی خوشنگ در قبلا گفته اموال گسترده از مردم به غارت بردن و اونجا داره بخشی از خاطرات رو به دخترش میگه که جاتون خالیه، اینجا من خاطرات رو زنده میکنم. و نکته مهمی که من اینجا من میخوام مطرح کنم اینه که هم دختر حمید نوری برمیگرده به مادرش که پشت تلفنیه، میگه که بابا با مسعود دارن موبایل رو خالیش میکنن.